محمد اعظم رهنورد زریاب یکی از نویسندگان تأثیرگذار افغانستان هفته پیش درگذشت. از او به عنوان یکی از پیشگامان داستان کوتاه در افغانستان یاد می‌کنند و بعضیا به او چخوف زبان فارسی میگن. آقای زریاب بیش از 100 داستان کوتاه نوشت، مثل مجموعه های و باران میبارید، آوازی از میان قرنها و سگ و تفنگ. او همینطور چندین رمان هم نوشته، مثل گلنار آینه، سکه‌ای که سلیمان یافت و درویش پنجم. اما رمانی که پیش از مرگ مشغول نوشتنش بود به نام زن بدخشانی به پایان نرسید. رهنورد زریاب که در ایران هم نامی شناخته شده است، به غیر از ادبیات داستانی در زمینه روزنامه نگاری هم از چهره های تأثیرگذار افغانستان به حساب میاد. همکارم سهراب سیرت که شاعر هم هست امروز مهمان منه تا درباره رهنورد زریاب با هم صحبت کنیم. سهراب، داستان های رهنورد زریاب به لحاظ موضوعی و محتوایی چه ویژگی هایی دارن؟ از نظر موضوع بیشتر داستان‌های رهنورد زریاب با روایت‌های از افغانستان سال‌های دهه 1340 می‌پردازد، به زمانی که افغانستان آرام بود و جنگ و جدال و بدبختی امروز را نداشت. از نظر ساختارم داستان‌های شکل داستان‌های مدرن را داره و شکل داستانی که در داستان‌نویسی غربی رایج است. عنصر تکرار را میشه در رمان به خصوص گلنار آینه زریاب به خوبی مشاهده کرد. روایت های داستانش با زبان ساده و گاهی خیال انگیز را شده و همچنین رگه های از ریالیزم جادویی در داستانهایش دیده میشه. اهمیت آقای زریاب در ادبیات معاصر افغان چیه؟ رهنورد زریاب را میگن که آغازگر داستان نویسی کوتاه در افغانستان بود. در سالهای 1340 از اولین کسانی بود که داستان کوتاه می نوشت و در مجلات منتشر می کرد. زریاب نوع یا فرم داستانی را هم خودش ساخت به نام داستایت که ترکیب بود از حکایت و داستان یا داستان و حکایت، و کتاب هم با همین فرم نوشت و منتشر کرد به نام و شیخ گفت. و همچنین در کنار این، زریاب در تمام این مدت که در افغانستان بسر برد نوشت و فرهنگ داستان نویسی و رمان نویسی در افغانستان را رونق بخشید. رهنورد زریاب تنها یک نویسنده نبود، او یک فعال ادبی هم بود. خیلی دغدغه این را داشت که زبان ساده و پاک باشه و به این خاطر متن‌های رسانه‌های مهم افغانستان را ویرایش می‌کرد. عملاً بسیاری از خبرنگاران در افغانستان را سواد فارسی می‌آموخت. کارش تا پایان زندگیش ویرایش متن‌های یکی از مهمترین رسانه‌های افغانستان بود که خودش تأثیر گذاشت بر زبان در افغانستان در کل و به خصوص در زبان فارسی در افغانستان. و جدا از این، پیش از آغاز جنگ‌های داخلی افغانستان هم زریاب یک آدم بسیار مهم در عرصه ادبی فرهنگی افغانستان بود. او برای مدت رئیس کانون نویسندگان افغانستان شد. قبلش هم در مجلات بسیار مهم مسئولیت‌های اصلی را داشت. در زمانی که رئیس کانون نویسندگان افغانستان بود، یک ارتباط خوب با نویسندگان فارسی زبان در منطقه از جمله با ایران برقرار کرده بود و در رفت آمد بودند و به این لحاظ هم بنیادهای فرهنگی که در افغانستان گذاشته شد بعد از دهه 40، زریاب یکی از پایه‌های اصلی و یکی از آدم‌های اصلی بود که در این زمینه نقش داشت. به نظر تو رهنورد زریاب از کدوم نویسنده‌ها تأثیر گرفته؟ خودش میگفت در آغاز کار داستان نویسیش از داستان‌های محمد حجازی تأثیر پذیرفته بود. داستان نویس ایرانی که چندان شناخته شده نیست در حال حاضر. اما بعدتر وقتی با داستان‌های صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک و دیگران آشنا شد، در این میان خودش میگفت که بیشترین اثر را از صادق هدایت پذیرفت. بعد از او زریاب به مطالعه کلاسیک های روس و غرب پرداخت و از جمله
داستایوفسکی و آلبر کامو را خیلی میپسندید. در کتاب‌های بعدیش هم میشه تاثیر ادبیات داستانی آمریکای لاتین را مشاهده کرد، به خصوص از گابریل گارسیا مارکز. میراث رهنورد زریاب و تاثیرش بر نویسنده‌های نسل جوان از جمله خودت که شاعری چی بوده؟ زریاب بعد از اینکه در دهه 1370 به فرانسه مهاجرت کرد، بعد از نسل که بعداً ظهور کرد چندان با کارهای او آشنا نبود و بعد از اینکه او در سال 1382 به افغانستان بازگشت، یعنی بعد از سقوط طالبان، همزمان رمان گلنار آینه او چاپ شده بود. نسل نو افغانستان با این رمان زریاب را شناختند و شیفته شدند، چرا که رمان یک زبان ساده داشت، محتوای عاشقانه داشت و همچنین اتفاقات که در این رمان افتاده برای نسل نو افغانستان بسیار جالب بود، چرا که از دوره بیغلاغش یا دوره که افغانستان در آرامی به سر می برد حکایت می کرد. جدا از این، بسیاری ها با همین رمان، از جمله خودم، نگارش فارسی را یاد گرفتیم و اینکه زریاب تسلط بر زبان داشت و در واقع استاد مسلم نسل نو افغانستان شمرده میشد، به همین دلیل بود. و از طرف دیگه رمان‌های بعدی زریاب که چاپ شد، نسل نو افغانستان با فرهنگ رمانخوانی آشنا شدند. زریاب عملا یک مرجع بود برای بسیاری سوالاتی که برای نگارش فارسی در افغانستان پیش می آمد، کلمات و اصطلاحات و حتی دستور زبان. می دانیم که چند دستگی در سطح زبان فارسی در این زمینه وجود داره و وقت مشکل پیش می آمد، زریاب به عنوان منبع ذکر می شد. می گفت نه، رهنورد زریاب چنین واژه‌ای را چنین نوشته یا چنین گفته، یا و زریاب زنگ می زدن و از او می پرسیدن که نظرش چیست. به این لحاظ تاثیرگذارترین آدم بود که در سالهای اخیر در زمینه زبان فارسی و ادبیات فعالیت می کرد.